سلام علیکم بچه ها، ساعت 5 صبح من بیدار شدم چون که امروز جمعه است و مثل همیشه جمعه ها با دوستام میخوام بریم پیکنیک. من هنوز مرغ و مزه‌دار نکردم و اجرای خوابم برد و الان پاشم دیدم که آقا 5 و بعد کار رو انجام بدم. گفتم بیام همجور که دارم مرغ و مزه‌دار میکنم به شما هم یاد بدم، چون دو تا تم مرغ خفن و خوشمزه و جدید میخوام یادتون بدم. دیگه خسته شده بودیم، انقدر مرغ زعفرونی خوردیم و دیگه نمیخوام مرغ زعفرونی درست کنم. پس بریم که با هم یادش بگیریم، مطمئنم درستش کنید عاشقش میشید چون واقعا خوشمزه است. ولی چیزی که نیاز دارید واسه یه تم اولیه که میخواید درست کنید گردویه، واسه یه جوجه ترش. اینو باید توی مولینکس بریزیم و کامل پودرش کنیم. اینو میریزم تو ظرف. هم یه دونه پیاز و این سایزی باید رنده ریز کنید. من اینجا سه مدل رو به انار دارم، ترش، شیرین و ملس. هر ستاشو یه کوچولو میریزم. خیلی سخته، 5 صبح فیلم گرفتم. آها بچه های، به این مواد یک کوچولو روغمایی هم باید بزنیم. آب انار ترش یخ زده دارم، دو تا تیکه ازش میدازم. ولی شما اگه ترش روست ندارید همون اوکیه، رو به انارتون هم میتونیم ملس استفاده کنیم. مرغو به اون مواد فسنجونیمون رو به اناریمون اضافه میکنیم. آه بچه ها، یه نکته ای رو بگم واسه اینکه بال کتفاتون خوب مزه دار بشه و خوب بپزه. خب قبل اینکه بخواین حالا مرینیتش کنید، اینجوری قشنگ توش رو سوراخ کنید. خب نگاه، قشنگ توش رو سوراخ کنید، اینجوری هم مواد به خوردش میره، هم موقع پخت خیلی راحت تر میپزه و خیلی بهتره دیگه. اینجوری چند تا سوراخ توش ایجاد کنید و مرینیتش کنید با مواد. در دومی هم دوباره پیاز رنده شده با رنده ریز این روبیه که با آب رقیقش کردم، یه دو قاشق میریزیم. سس گلوریای به شدت تند، روغن مایه، نمک، یک کوچولو فلفل مشکی، بقیهش رو پول بیبر ترکی تند بشه قشنگ، یه ذره هم سماق، آب لیموی تازه اگر نداشتیم، جوهر لیمو خیلی کم. جوهر لیمو بچه خیلی مضره، ولی خب یعنی خیلی که مضره دیگه. ترکیب رنگش رو ببین، اصلا خداست. اگه دوست داشتی میتونی یک کوچولو زعفرون هم بزنی بچه ها بهش. ببین خیلی چیز حقی شده، یعنی قشنگ میتونی خالی بخوریش با نون، انقدر خوشمزه شده. مرغا هم همه رو شستم قشنگ، بالمالا رو هم اونجوری که بهتون گفتم چیز کردم، سوراخ مراخ کردم، هم میزنم و میره برای استراحت تا 5-6 ساعت دیگه. از بس گشنم شده که دارم املت درست میکنم ساعت 5 صبح و نخوابیدم، یعنی گفتم بذارید بخورم بعد بخوابم.
یه دونه سوژه براتون تعریف کنم. نیکتا خانوم به خاطر یه حالا یه موجودی که خیلی مثلا روش کراش بود و اینا نظر داده. نظر کی بد؟ نیکتا. نیکتا نظر نظر کی داده؟ نظر امام رضا. امام رضا علیه السلام هشتم مشهد. چیز شد؟ من یه شب نشستم مثلا سگ و اسب و اینا گریه کردم. بعد گفتم که ببین رضا داداش، منم و تو عشق داداش، بیا من یه تست بزنم روت. یه چیزی هست مرد نظرشو گرفته سالی یه بار پا میشه تولدش میره اونجا نمیدونم فلان، گفتم این تست بزنم دیگه. هیچ، نشستم باش صحبت کردم و اینا، گفتم ببین کارم را بندازی از این به بعد نظرت فرا دیگه چی. گفت اوکی. بعد نظرتو میشی قشنگ بگی واضح. بعد نظرم چی بود؟ مثلا چی بود نظری که نظرم تو دل چی گفتی؟ طرف برگرده و خودم هم مثلا تموم کرده بودم اون برگره بعد من برینم بهش دوباره بره. دوباره بره. این همه هزینه کردی که مثلا فقط بیاد که مثلا بعد بلاکش کنی بره. بلاک حالا نکردم، ولی مثلا یه چهار تا حرف قلم به سلام به برو اسکل، من دیگه تو رو آدم حساب. خب چرا این کارو کردی؟ مریض الان هم میخوای همین کارو کنی؟ نه دوباره نظر یه امام دیگه ای رو برو همینو. الان خیلی دیگه هزینه شد بلش کن. بعد ماشینم شل زرد خب بده. آفرین. بعد اینجور چیزا شیر میرین و شیر گلاب میدن. بعد ماشینم هم خراب بود، حالا فکر کن تو سطح شهر میخواستیم اینو پخش کنیم، فقط پدرام تو بکگراند. بعد فک و فامیلامون هم هی میگفتن آره نصر دارین درست میکنین قضا واسه ما هم بیارین. گفتم نه من فقط میبرم به کسایی فقرا. فقرا که قشنگ بگیره بگیره ببر اینم اومده. خب آره خلاصه دیگه هیچی، ما ماشینمون هم خراب بود و یه تن قضا انداختیم پشت اون ماشین خوده در سطح شهر با صدای دقیقا با همین صدا میرفتیم میرسیدیم بیشار نیاز من رو فرمیدیم هیچی دیگه. خلاصه دادیم بیرون، دادیم بیرون. بعد شد چند روز بعد؟ میخوام که شما معتقد شین. چند روز بعد شد؟ دو روز، یه روز. خیلی سریع. بله دو روز بعد یارو اومد و پی ام داد دلم وسط تنگ شد ببینم تو اینا. من گفتم که نه من خیلی وقت همه چی رو فراموش کردم. بعد نشستی گریه کردی وقتی رفت؟ آفرین. یک موجود روانی شما داری تو تصویر. بله یک آدم دیوونه یا روانی مشاهده خودم. عالی. چی؟ میگم برنج باید فلفل بزنم تو فیفه ای جوشایی پدرام برای چه کرده آقا پدرام؟ البته عقبا خانم چه کرده آقا پدرام که آقا پدرام کارگر ساده است مافیا ها؟ چته زیاد سفت داره؟ سفت اینجوری سفت داری با دست بخوریم بخوریم سلبی پاش برنی یاد بخوریم بازی کرده نارو بیشی یاریزی آقا پدرامو دارید به صورت محلی و اصیل داره براتون غذا میخوره. به 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 اشکانیدا نیکی خانو دارید به صورت مدرن. وای نه نه مثلا از اون این یور وایب با اون تیپ همون رو صدای نگه میذارم منه میشه بکوب توی بالش بعد یه صدای آرامش بیاد. عکس نازشی استورید که مثلا نزد بریدی خجالت میکسید میخوای یارو خودش نزنیم دیگه. کارگرد کاریت هم بگیر توی چشم زرد رو بیار بالا. آدم اینقدر چشاش قشنگی که چشاشو نمیبنده، گریه نمیکنه. تو چشمات اینجا نگاه کن، تو حرفات اینجا چی داری؟ تو چشمات حسابو باز کن دیگه. تو حرفات چی داری؟
بستنی سرشیر انجیر. قشنگ تست کن. خیلی خوشمزه است. ولی اینو من زیاد یه ذره ترش توره. خیلی دوستش دارم من. کدوم؟ ایدی؟ زور دالی دوست ندارم. خب برگوی کاشش دیگه بردارید. نه نمیخورم. لا 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 ترش. خب بچه های گل گلاب اونجا ما یه چیز داریم به اسم اسکمو که بهشون گیم والیس والیس به خود من لحواش کم گیرم زردالو بردارم. یک بارونی ما رو گرفت جمع کردیم اومدیم خونه که خلاصه امروز هم اونم جون خیار نصفه و هلو خوابه شما اومدیم خوابیدیم نداشتم میموردم تو که نخوابیدیم اومدیم برگر گرفتیم یه جا این ماشینی هایی که چیزه حالا پدرام میگه چیزه میگه که میگه که زیاد تو کنم داره برگر ولی صف کشدن هم همه خوده نگم بکنیم چیه دیگه همین که میدونش اینجور که هم خودش خدایی اینو من خیلی میدونم اینجور ترد میشم دست بزن نه نیستش دست هاست هست دست هاست با گوشت کم ولی بگه تن با حالی میده گوشتش خالی بخوره چیگه بوشه شد که بکن خواهی بکن یه چی برد با یه خواهی بکنه چون چربه چربی نانده 80 تومن اره نه با تومن